دکتر مسعود نقره‌کار، آقای دکتر مسعود نقره‌کار 27 جلد کتاب نوشتن در رشته‌های مختلف. این نشون میده که یکی از استعدادهای درخشان آقای نقره‌کار اینه که مسائل مهم و پیچیده، خیلی پیچیده رو به زبان ساده بیان بکن. واقعا از این بابت باید به او یک نمره فوق‌العاده خوب داد. دیدم من برخی از کارهایشون رو پیش از این خوانده بودم، اما یکی از کارهایی که در دست خواندن دارم، بخش عمده ایش رو مطالعه کردم، کتاب نقش لاتا در جامعه ایرانه که برخی از اونها واقعا سرنوشت ساز بودن، یعنی سرنوشت ایران رو رقم زدن در پاره از دوره های تاریخی ما. و اطلاعاتی که میده آقای نقره‌کار در این کتاب واقعا فوق العاده است. نشون میده که اولا یه اشراف کلی داره به مسائل تاریخی، به ویژه اونجایی که مربوط میشه به حضور لات ها و گند لات ها در تاریخ میهن ما، فوق العاده است. مضاف بر اینکه خود ایشون در یه محیطی به دنیا اومده، هم در مقدمه کتاب هم میگه، میگه من در یکی از لاتخیزترین نقاط تهران به دنیا آمدم و جب و شرایط حاکم رو خوب میشناسه و همه ما میدونیم که لات ها و گند لات ها همیشه در سایه مذهب حرکت میکردن، در این دسته راه انداختن دسته های مذهبی هم نقش عمده داشتن. حتما شنیدید ماجرای درگیری و برخورد حیدری نعمتی ها که تقریبا هر ساله رخ میداده در شهرهای متحد. اجازه که عرض ادب کنم خدمت دکتر اسپانی نوریالا. دکتر نوریالا درود بر شما. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت دکتر نقره‌کار عزیزم و بینندگان و شنوندگان این برنامه. دکتر نقره‌کار درود بر شما، خسته نباشید. خیلی متشکرم. منم سلام و درود دارم برای شما و بینندگان گرانقدر برنامه‌تون و همینطور استاد و دوست گرامیم دکتر نوریالا. اینقدر چیز یاد گرفتم از این آخرین کتاب شما، مقصد شخصیت هایی که خیلی علاقه داشتم بیشتر راجع بهشون بدونم و چیزی پیدا نمی کردم و حالی بود، اصلا باقلاده بود، باقلاده. خب بهتون تبریک میگم آقای نقره‌کار. ممنون. آقای نوریالا، در اهمیت این کتاب، این کتاب هم نیانا نگاه کنید، خواهش بیرم جلدی کتاب های آقای نقره‌کار هم نشون بدید. این آخرین اثر آقای نقره‌کار، زنگی های گود قدرت و عکس پاره از گردن کلفت ها و لات هایی که به هر حال در رقم زدن پاره از حرکت ها و جنبش های تاریخی در میهن ما نقش داشت. دکتر نوریالا با سراپا گوشیم. بله، عرض کنم که البته معرفی کردن دکتر نقره‌کار کار ساده ای نیست، برای اینکه در طول این همه سالی که روی زمین زیسته ایم ایشون واقعا یک لحظه از کار باز نمونده و کارهای تحقیقی بسیار جالبی رو انجام داده. شما در آغاز این برنامه راجع به ساده نویسی ایشون گفتید، من فکر میکنم که واقعا یک هنر کمیابی هست در بین نویسندگان ایرانی، برای اینکه ما برای اینکه زهر ترک بکنیم خوانندمون رو معمولا خیلی مغلق و پیچیده و میگه اقیانوسی به عمق یک وجب چیز مینویسیم، ولی دکتر نقره‌کار چون بیشتر به عرض کنم که یعنی حرف داره که بزنه، اطلاعات داره که بزنه و اینها رو به خوبی با روش‌های درست تحقیق جمع‌آوری میکنه، بنابراین نیازی نداره به این که پیچیدگی‌گویی بکنه یا فلسفه بافی کنه. اینقدر مسئله، یعنی اینقدر محتوا در دست داره که میتونه این کارو بکنه. ما شاهد بوده این که مثلا ایشون به تنهایی تصمیم گرفتش که تاریخ روشنفکری در ایران رو بنویسه. یعنی اینکه انتخاب قشرهای مختلف اجتماعی و پرداختن به اونها یه کار بدیعی بوده که قبلا سابقه ما نداشتیم راجبش که بیایم ببینیم اصلا روشنفکر ایران کیان، از چه شکل ها و از زمینه های برمیخیزند و غیره. و اون کتاب چند جلدی رو که ختم میشه به ماجرای تشکیل کانون نویسندگان و مطالب مربوط به اون رو ایشون نوشت که من فکر میکنم که کافیه برای یک نفر این دهش به تاریخ عرض کنم که فکری ایرانیان. و بعد هم پرداختن او به این مسئله این قضیه قشر لات ها و جاهل ها و نگاه کردن به این ماجرا از دو منظر به نظر من، یکی منظر جامعه شناختیه
به خاطر اینکه به نظر من کسانی که دستی از دور بر آتش دارن این قشر لات و جاهل رو مثلا با لومپن پرولتاریای مارکس مثلا یکی میگیرن، اما دکتر نقره‌کار سعی کرده است که اینها رو از همدیگه تفکیک کنه و بگوید که این پدیده که یک پدیده ویژه‌ای برای جامعه ایرانیه از کجاها سرچشمه میگیره و چگونه به وجود آمده. یکی هم خب مسئله تاریخی و ثبت عرض کنم که احوالات آدمایی که درسته که جاهل و بی سواد و گردن کلفت حتی آدم کش هم هستن، اما به هر حال نقش عمده‌ای در تحولات سیاسی ایران به خصوص از شهریور 20 به این ور داشتند که امروز دیگه می شود به یه جمله مشهوری هستش، میگن شعب مبیمخ گفتش که ما لاتا زمان مصدق کودتا کردیم، مملکت رو دادیم دست شما روشنفکران، شما هم سال 57 انقلاب کردیم، دو مرتبه مملکت رو دادیم دست لاتا. واقعا الان شما وقتی که نگاه بکنید که کابینه یعنی اصلا دستگاه حاکمه ایران رو واقعا بخش عمده ایش رو لاتها میگذرونن. به هر حال من فکر می‌کنم در طول صحبت‌ها خود دکتر نقره‌کار بیش از اینها توضیح خواهند داد، من به همین اکتفا می‌کنم. تشکر می‌کنم. خب دکتر نقره‌کار ما رو لطفاً ببرید به محله خودتون، می‌خوام ببینم که مشاهدات خود شما، نزدیکترین لاتی که نزدیک بوده به منظر شما چی بوده، چه خاطرات دارید از اون دوره، چون کتابتون هم از همونجا شروع کردید. بفرمایید. بله ببینید، من همین کارم این کار تاریخی تحلیلی و بسیاری از داستانها و رمانم، رمان بچه‌های اعمال، اینا همه فی الواقع ارتباط پیدا میکنه با همین موضوع جاهلها و لاتها. خب من همونطوری که اشاره کردم در کتاب، در محله مولوی میشه گفت جاهل خیزترین منطقه تهران یا منطقه در ایران اصلا متولد شدم و خب اونجا هم تا نوجوانی در محلات مختلفش، خیابان خراسان، خیابان بیسیم نجف آباد که بعد شد پارک ولیعت و الان خیابان طیب حاج رضایی است، زندگی کردم. از نزدیک با این مجموعه آشنا بودم، حتی برخی از افراد خانواده خودم، با اینکه پدرم در یک خانواده کارمندی بزرگ شدم، پدرم به قول خودش کارمند عدلیه بود و عدلیه چی، اما تو خانواده خودم بودن، در خانواده، در محله، در هیئت‌های مذهبی مختلفی که شرکت داشتم، در جایی که خب ورزش می‌کردم، و به طور کلی میتونم بگم که در همه گوشه و کنار زندگیم با این گروه و این افراد تماس داشتم. خب در نوجوانی که به سیاست و فرهنگ به نوعی گرایش پیدا کردم، از همون موقع این افراد برای من یک حالت خاص دیگه‌ای پیدا کردن. فی الواقع نقش سیاسی و اجتماعی اینها هم به نوعی برای من مطرح شد در کنار اون شناختی که به طور تجربی پیدا می‌کردم. و خب این ادامه پیدا کرد. من حتی بعدها هم که طبیب شدم، در واقع در جنوب شهر تهران در همون منطقه به عنوان طبیب رفتم کار کردم، بعد از انقلاب سالهای 60-61 در یک درمانگاهی که در واقع برای دیدن بیماران جزامی بود، ولی من همه نوع بیماری میدیدم. خود همین بعد از یه مدتی رفتن اونجا باز این گروه رو به واقع به نوعی تغییر شکلی یافته از نزدیک تجربه کردم. بنابراین بیشتر این کارهای من بر مبنای تجربه من تو این چارچوب. ولی خب برای من اون دوره خب شخصیتایی که گاه می‌دیدم و برام جالب بودن و بعدها هم در موردشون نوشتم و در همین کتاب، خب طیب حاج رضایی بود. می‌دونید که در همون میدان خراسان در خیابان پاک نزدیک همون محله‌ای که منم زندگی می‌کردم، خب خانه‌ای داشت، زندگی داشت و ما او رو می‌دیدیم. و همینطور خیلی از چهره‌هایی که بعدها در حکومت اسلامی موقعیتی پیدا کردن و پست و مقامی گرفتن، مثل محسن رفیق دوست، مثل ماشالله قصاب یا آقای ماشالله کاشانی خواه، یا خیلی از اینای دیگه که من در کتاب اسم آوردم، اینا در واقع تو همون
محله‌ای که من زندگی می‌کردم بودن و خب من با خیلی از اینها تا حدودی، اونایی که هم نسل من بودن و جوان‌تر بودن، آشنا بودم. بنابراین اگر بخوام اسم ببرم، میدونید اون محله واقعیتش، من گاهی اسمشو میذارم قلب انقلاب اسلامی، اگرچه ممکنه یک کمی اغراق باشه، برای که نقش جاهل ها و لاتا همونطور که اشاره شد، خب به نظر من نقش کم اهمیتی نبود، به ویژه در انقلاب سال 57 و الان در حکومت. بسیاری از کسانی که در این حکومت از ابتدا تا الان موقعیت هایی دارن و نقش های کلیدی داشتن، واقعیتش از همون محله ها برخواستن، که خب برخی از اونا رو برای نمونه همین آقای محسن رفیق دوست یا خیلی از چهره‌های دیگه‌ای که میشه گفت نواندیشان اینها هستن هم فی‌الواقع تو اون محله ها بودن و خب اون محله از این زاویه اهمیت داشت. ولی نام‌هایی که به ذهن من اومدن، دیدن همون تیه به حاج رضایی یا بعدها نسلایی مثل محسن رفیق دوست و دیگرانی که من تا حدودی کتاب بهشون اشاره کردم، الان در ذهن من آمده. زافرین که در محله که اشاره فرمودید، مثلا خیابون خراسان، بسیاری از سرکردگان فکری جمهوری اسلامی هم در اونجا زندگی، مثل آقای سروش، مثل خرازی ها، کمان خرازی، اونا میدونم که سقط فروشی داشتن اگر اشتباه نکنم پدرشون اینها، و خیلی از چهره های روشن فکر مذهبی هم ساکن همون محلات بودن، نیست آقای نقره‌کار؟ بله کاملا. در واقع دو نوع تیپ تو اون محله ها بودن. خب یه مسجدی میدونید در خیابان خراسان بود به نام مسجد لورزاده. خب این مسجد اصلا یه تاریخچه ای داره و یک فلواقع میشه گفتش که شرایط خاصی داشته. این مسجد از قدیم محل تجمع یا مساجدی که هلوش اون بود روحانیت بود و همین جاهل ها و لاتا، برخلاف برخی از جامعه شناسان حکومت اسلامی مثل آقای جلایی پور که تلاش میکنن در مقاله های اخیری که من از ایشون دیدم جدا کنن جاهل ها و لاتا رو از روحانیت و مراکز تجمع روحانیت، از همون ابتدا حتی میشه گفت از دوره قاجار که اینها رو به عنوان گروه لوتیا میشه بهشون اشاره کرد، اینها با روحانیت پیوند بسیار نزدیکی داشتن و خب میشه گفت تجلی این پیوند و ما تو جنوب شهر به ویژه در این مسجد و یا همون مساجد اطراف این مسجد میتونیم ببینیم که در واقع اولا مراکز شکل‌گیری فدائیان اسلام بودن، برای اینکه به هر حال برمیگرده به همون منطقه آبمنگول و خیابون ری و اونجایی که نواب صفوی بزرگ شد، و هم خود جاهل ها و لاتایی از نوعی که به هر حال من اشاره کردم توی دسته جاهل ها و لاتای فدائیان اسلامی قرار نمی گیرن. بنابراین اون محله محله بسیار پر اهمیتی بود، جدا از آقای سروش بسیاران دیگه که الان تو ذهن من نیستن و در خارجم هستن، اینها کسانی بودن که تو اون محله ها بزرگ شدن، کسایی که الان میشه گفت نظریه پردازهای اصلاح طلبی در حکومت اسلامی هستن یا حتی به ویژه اصولگرایان، اینها اکثرا توی اون منطقه بودن و در واقع به همین خاطر من هر موقع به اون منطقه فکر میکنم نقش بسیار پر اهمیتی در شکلگیری و تداوم حیات حکومت اسلامی داشت و داره. تشکر میکنم دکتر ریالا. نمیدونم شما برخوردی داشتید با این شخصیت هایی که الان آقای دکتر نقره‌کار اونها رو وصف کردن. من و مسعود بهنود دعوت شدیم خانه رمضان یقی، برای اولین بار بود من یک گندلات رو میدیدم که آدم جالبی هم برام بود، برای اینکه به ما نشون بده که اهل کتابه، دوست داره که با سواد نداشت، رفته یک کتابخونه خریده بود، یعنی یک اتاق پر از کتاب کرده بود. روزی که ما رفتیم اونجا مهمون بار کرده بود و تمام مردش هم بودن، هوادارانش دور اتاق نشسته بودند و یک منقل بزرگ گذاشته بود وسط اتاق و بعد سفره پهن کردن و مرده، یعنی افرادی که هواداریشون بودن، با فاصله از سفره نشسته بودن، ولی ما و خودش با کنار سفره، دقیقا پای سفره نشسته بودیم.
یک چند نوبتی هم از ما پذیرایی کرد، یعنی چندین بار و که ویژگی هایی هم داشت که من هیچ بعدم نمی اومد، یعنی چیزایی که خصوصیاتش رو تعریف کرد از زندگی خود، یه قتل هم کرده بود و گویا خیلی مفتخر بود به اینکه همسرش در تمام مدتی که در حبس بوده انتظار کشیده و از این زن خیلی تعریف میکرد. اینم آقای من با آقای بهنود میرفتم اونجا، زنگ زد به ما رو از تلویزیون دعوت کرد به خانهش، گفت دوست دارم شما ها رو ببینم، میاد؟ گفتیم میام. باید شدنم رفتیم. شما چی برخورد شما؟ عرض کنم که خب من هم در واقع میشه گفتش که یه خود پایین تر از منطقه‌ای که دکتر نوبکار زندگی میکرد بزرگ شدم. یعنی پدر من 7 سالم بودش که ما رو برداشت بردش به نازی آباد و جوادیه و من تا دیپلم رو بگیرم در اون منطقه زندگی میکردم، اون منطقه که اصلا حکومت دست جاهلها و اینها بودش. یعنی من نواب صفوی رو نمیدونم واحدی رو اینها رو در والیچگری از عرض کنم که جاهلهای خودشون در ماهای محرم و صفر و حرفا میامدن به جوادیه، اونجا یه تکیه جاهلها داشتن که اینا می اومدن اونجا سخنرانی میکردن تو اینها. اصلا اونجا ما تحت انقیاد در واقع آخوندها بودیم، ببخشید جاهلها بودیم و ارتباط ما با آخوندها هم بیشتر از طریق جاهلها تأمین میشد. و داستانها البته داره، اگر که یه موقع آدم بخواد بشینه بنویسه که مثلا این جاهلها چگونه در اون منطقه حکومت میکردن، خودش حکایتی داره. نقش اونها مثلا در 28 مرداد رو من خوب به یاد دارم که چگونه مثلا شروع کردن تمام مغازه های عرض کنم که توده‌ای ها و چپ ها رو چپاول کردن و بعد مردم رو کتک زدن و غیره. همه اینا برای من هست. البته من بعد از اینکه دیگه رفتم دانشگاه ارتباطی نداشتم، برای اینکه هم محل زندگیمون جدا شد، از اونجا رفتیم به بالاتر شهر و هم اینکه از لحاظ ارتباطهای اجتماعی کمتر تماس داشتم. اما چیزی که جایگزین اون شد، عرض کنم که علاقه من بود به اینکه درک بکنم که سازمانهای مذهبی در ایران چگونه عمل میکردند و همین رو ارائه دادم به دانشگاه لندن و پذیرفتن که قرار شد من تز خودم رو در مورد نقش سازمان، یعنی چگونگی شکلگیری و تحولات سازمانهای مذهبی در ایران، سازمان‌های شیعه به خصوص در ایران بگذارنم، که از اون طریق دو مرتبه برگشتم به نقش تاریخی و ارتباط تنگاتنگی که بین روحانیت و جاهل‌ها و لات‌ها از زمان به خصوص سقوط صفویه و آغاز دوران نادرشاه و بعد کریم خان و اینها، در واقع آخوندها موفق شدن که یک دولت موازی با دولتی که مستقر بود تشکیل بدن، برای خودشون بتونن درآمد و سرمایه داشته باشن و در این حال لشکر داشته باشن و لشکر اونها همین لات ها بودن. ما از داستان های آیت الله شفتی و نجفی و غیره همه اونها رو که بخونیم ببینیم که چگونه این آیت الله های بزرگ در مناطق مختلف ایران حکومت میکردن و عادت اجرایی و بازوی سرکوبشون هم همین لاتا بود. آقای دکتر نقره‌کار عزیز، بس که در دوره ای که عرفان خیلی تفوق داره روی جامعه ایران، اصلا این جنبش صفات دیگری داشته، ماهیتش اصلا خیلی متفاوت بوده و بعد، ولی وقتی میرسیم به دوره صفوی و قدرت یابی مذهبیون، اینا هم تغییر ماهیت میدن، یعنی از اون حالت انسانی و یا انسان محوری بیرون میاد، یا حمایت از فقرا، غریبه ها، مسافرها، کارهایی که بودن، مثلا فتیان، جنبش فت. میخوام نظرتون بپرسم واقعا با روی کار آمدن جنبش های مذهبی یا ظهور شدید روحانیت در نظام حکومتی، اینا قوی تر میشن و تغییر ماهیت میدن و به این ثبت اوباش و اراذل و اجامر و اینا پیش میرن؟ ببینید، به گمان من، حالا دکتر نوری الان میتونه تصحیح کنه چون بیشتر یک بحث جامعه شناسانه است، به گمان من گروه های اجتماعی مختلفی در تاریخ ما بودند که یک نخ تسبیح فی الواقع اینها رو به هم مربوط میکرده.
من اشاره کردم حتی جوانمردان، پهلوانان، بعد عیاران، شما همین فتیانو که اشاره کردید و بعد نزدیکتر که بیایم شطارانو نمیدونم خیلی های دیگه و لوتی ها و بالاخره جاهل ها، اینها یه مجموعه گروه هایی بودن تو تاریخ ما که یه ویژگی های مشترکی داشتن. در این حال تفاوت هایی هست، من این نیست که اینا رو همسان و یکی بگیرم، ولی ویژگی هایی داشتن که اینا رو به هم همونطور که گفتم نزدیک میکرد. یکی از این ویژگی های تاریخی نزدیکی این گروه ها به کانون های قدرت بود. بیشتر اینها دقت بکنیم یا به قدرت های سیاسی نزدیک می شدن یا به قدرت های دینی، و چون خودشون فی الواقع یک به طور ماهوی تا حدودی یا تمایلاتی بیشتر مذهبی بودن، به کانون های مذهبی نزدیکتر بودن. اینو میشه در واقع رد اینا رو تو تاریخ به این شکل دید گرفت. منتها در دوره صفویه و خب به ویژه بعد از اون که ما شاهد رشد آخوندها هستیم، خب میبینیم که این نوع جاهلیزم، البته با اسمای مختلف واقعا، چون جاهلها و لاتا رو این گروه رو من دوره شکلیشون رو از دوره رضاشاه به این سمت میبینم. قبلش واقعا اینها رو میشه تو گروه لوتی ها بیشتر در نظر گرفت. خب اینها خیلی قدرت میگیرن، دلیلش هم به گمان من یک این همانی و همپوشانی بین اون آخوندیسم و تفکر اینها هست. یعنی وقتی دنبال میشه، اگر خب برگردیم به دوره خود ما که لااقل تجربه کردیم، میبینیم که آخوندها تصادفی نیست که با جاهلها و لاتا تو جنوب شهر نزدیک هستند. نه فقط یک پیوند تاریخی، یک پیوند میشه گفت مذهبی، یک پیوند اقتصادی، حتی جایگاه اقتصادی اجتماعی اینها خیلی به هم شبیهه، یک پیوند فرهنگی، یک پیوند شخصیتی و روانی که حالا اگر فرصت شد من اشاره بهش میکنم، و پیوندهای مختلفی این دو گروه رو به هم نزدیک میکنه. این نزدیکی رو خب آدم میتونه فرض کنید از دوره خود صفویان که حالا اون موقع تاجیک ها و قزلباش ها و طولاییان و به نوعی تبرائیان و این مجموعه گروه ها که از خودشون یک همچین ویژگی هایی رو نشون میدادن دید، ولی به تدریج با تغییر همطور که گفتم شرایط اقتصادی اجتماعی، خب اینا هم تغییر میکنن و پیونداشون به گمان من نزدیکتر میشه. اینو ما شاید این نزدیکی رو بارغش رو در اون بلبشو و آشوب یا بلوای خرداد 42 و بعدش بتونیم خیلی روشنتر ببینیم که چه پیوندهایی این دو رو به هم نزدیک میکنه. به گمان من رابطه اینها رو برای من اینگونه دیدم، البته تو دوره های مختلف میشه گفت با تغییراتی، ولی یک پیوند فکر میکنم همونطور که عرض کردم با تجربه که الان ما تو حکومت هم میبینیم، حکومت اسلامی الان به گمان من پیوند آخوندیسم و جاهلیزم به نوعی و جاهل های یه پای حکومت هست. این نزدیکی تاریخی که الان خودش رو تو این حکومت نشون میده، خب یک نزدیکی است که به دلایل گوناگون از جمله اونایی که من اشاره کردم میتونه بگه. جالبه. خب دکتر نوری علای عزیز بفرمایید. عرض کنم که ببینید یک اتفاقی در تاریخ ایران افتاده که تأثیر عمده‌ای داشته توی این رابطه، و اون این استش که تا انقراض صفویه عموما دستگاه روحانیت وابسته به حکومت بوده و این حکومت بوده که حالا بازوهای مختلفی داشته، از جمله کسانی که گردن کلوف بودن و بزن بهادر بودن به اصطلاح، حالا از قزل باشا بگیریم تا چگنی ها و غیره این حرف ها. اما وقتی که صفویه منقرض میشه و اون داستان دشت مغان پیش میاد که چیز نادرشاه همه رو جمع میکنه اونجا، سوالی که از روحانیونی که از دربار پول میگرفتن و پول تقسیم میکردن بین طلبه ها میکنه، میگه که آقایون کارکردشون چیه؟ شما چه کارتون چیه؟
اونا میگن که ما برای حفظ مقام سلطنت دعا میکنیم. میگه خب مثل اینکه دعاهاتون مستجاب نمیشه، برای اینکه سلطنت که از بین رفت و غیره. اینی که دستور میده که به خزانه که دیگه حقوق آخوندها رو قطع بکنن و آخوندها عرض کنم که به خصوص پس از حمله افغانها بسیارشون اصلا از اصفهان فراری شده بودند و در نقاط مختلف ایران پراکنده شده بودند و نادرشان که حقوقشون رو قطع میکنه اینها به فکر میفتن که کجا نون بخورن. بنابراین شروع میکنن هر آخوندی در هر منطقه‌ای که بوده برای خودش یک تشکیلاتی رو درست کردن، یعنی از ایجاد مثلا پیوند با زمینداران بزرگ و صدور قباله. برای اولین بار آخوند قباله صادر میکنه و میگه این مثلا شیشتان ده مال فلان هاست و ارتباط دیگرشون با بازار و بعد لشکری که اینا احتیاج دارن برای اعمال قدرت خودشون در اون بلبشوی بدون حکومت مرکزی که در ایران برقرار بود. عرض کنم که این تشکیلات بزرگ مالکی، بازار، روحانیت و جاهلها همه با هم یک سازمان اجتماعی رو به وجود میارن و آنچنان قوی میشن که وقتی مثلا فتحعلی شاه قاجار میخواد تاج به سرش بذاره، آخوندها هستن که تاج رو باید ببرن بذارن رو سر فتحعلی شاه. و از اون به بعد شما در تمام تاریخ دوران قاجاریه این رو میبینید که ما حکومت موازی داریم، یعنی قاجاریه سر جای خودش داره حکومت میکنه با فرمان فرماهایی که به نقاط مختلف میفرسته، اما در هر منطقه هم یه آخوندی نشسته، بروجردیه، خونساریه، نمیدونم، همه اینها در واقع آخوندهایی هستن که بازمانده عصر صفویه هستند و با ایجاد این سازمان جدید که بی سابقه بوده به نظر من در ایران، برای که اون عرض کنم که اهل فتوبت و غیره در گذشته حامی مردمان بودند و در مقابل ظلم حکومت در واقع از مردمان حمایت میکردن، در حالی که اینجا قضیه برعکس میشه، اینا میشن لشکر آخوندها و آخوندها هم میشن آلت دست بزرگمالکان و بازاریان و این هستش که تمام تاریخ قاجاریه رو رقم میزنه. کاملا کاملا دیگه جنبش های بنام و فوق‌العاده کارا خیلی انجام میدن تو که آقای دکتر نوری الله گفتن، از ضعفا در برابر دستگاه حاکم حمایت میکردن، اخوان الصفا بودن تقریبا در بخشهایی از خود مملکت ما و اطراف آناتولی، اینها خیلی نفوذ داشتن. یا مثلا در افلاکی آمده که یکی از گندلات ها سریانوس که تبار ارمنی هم داشته در دوره مولوی یکی از هواخواهان مولوی میشه، اصلا تغییر منش میده، تغییر روش میده و خیلی مؤثر بودن عرفای ما و اهل معرفت روی این گروه از عجامر و اوباش و اینا رو اغلب به راه میارن و وادار به کارهای خیر میکنن. جنبش اخوان و صفا خیلی وسیع و گسترده، حتی مسافرخونه هایی درست کرده بودن در نقاط مختلف ایران، با هم بر ارتباط بودن، شبکه های اجتماعی محکم داشتن، از فقرا و از افراد غریبه حمایت میکردن، از بیوه زنها حمایت میکردن، از بچه های یتیم حمایت میکردن. خیلی قصه های عجیبی. یا اهل فتوت نگاه کنید به فتوت نامه هایی که از معروفترینش مال سهروردیه، نشون میده که در گذشته اصلا خصوصیت و ماهیت دیگری داشت. با آقای دکتر مسعود نقرکار عزیز هستیم، من میانم نویسنده کتاب این کتاب خیلی کار جالبی است، نظرم خیلی زحمت کشته به تمام معنا برای این اثر تحقیقی خودش، کتاب قطوری هم هست، کتاب قطوری است. چند صفحه است آقای دکتر نقرکار؟ فکر کنم 530 و 40 هر کلمه هر واژه‌اش هم که هم مأخذ داره، یعنی تحقیق مستند، اونم در رابطه با چیزی که من خیلی بهش علاقه داشتم، ولی فکر نمی‌کردم اینقدر وسیع و گسترده بشه به این به این ماجرا پرداخت. زنده پرسیدن که رمزون یخی چرا بهش گفتن رمزون یخی؟ به خاطر کاخونه یخ داشت، کاخونه یخ سازی در تهران داشت، بهش میگفتن رمزان یخی.
قتلم کرده بود، انداختنش زندان، گویا مدت طولانی هم در زندان بود، آزاد شده بود. بعد از آزادی من و آقای بهنود ما رو دعوت کرد و رفتیم دیدیمش. خب برنامه رو پی میگیریم با آقای دکتر اسماعیل نوریالا هستیم، دکتر مسعود نقره‌کار عزیز همیهنانم، داشتیم صحبت میکردیم در باب کتاب آقای دکتر نقره‌کار، یعنی در احوال لات‌ها و گندلات‌ها در تاریخ سیاسی و اجتماعی و مذهبی ایران، چاپ دوم، برای دومین باری که این اثر خطور منتشر میشه که آقای نقره‌کار زحمت بسیار برای تدوینش و تألیفش کشیدن. ممنون. دوستان عزیز، اول نکته از آقای نقره‌کار بفرمایید، اگه نکته باقی مونده تو بعد بپردازیم به موضوع دیگری. بفرمایید. من فقط اجازه داشته باشم این اشاره رو بکنم که ببینید جاهل ها و لات ها، اولا من در کتابم هم بهش اشاره کردم، واقعا سعی نکردم که یک قضاوت ارزشی در موردشون داشته باشم، چه نکوهششون چه در واقع بشه گفت ستایششون، برای اینکه اینها یه گروه اجتماعی هستن که واقعیتش یک شخصیت دوگانه ای داشتن در دورهای مختلف با عملکردهای دوگانه و متفاوت. البته جاهل ها و لات های متدین که در حکومت هستند که به گمان من ادامه جاهل ها و لات های فدایان اسلامی هستند، یک مقداری اون ویژگی شاید بشه گفت مثبتی که در جاهل ها و لات ها به لحاظ تاریخی در گروه های قبلی اینها وجود داشت، مثل جوانمردی، فتوت یا بسیاری از نمونه های دیگه ای که حالا من در کتاب بهش اشاره کردم و این ویژگی ها هم داشتن. بنابراین موقعی که صحبت جاهل ها و لات ها میشه، واقعیتش من یک همچین نگاهی دارم، نمیشه در واقع یک نگاه یک خطی و کاملا نفی این گروه اجتماعی رو به خاطر اون شخصیتی که عرض کردم داشت. یکی این نکته، یکی هم این نکته که اینها فقط ابزار قدرت یا میشه گفت قدرت دینی و روحانیون نبودن، قدرت‌های سیاسی از اینها هم به عنوان ابزار استفاده کردند در یک مراوده دوگانه، یعنی هم اینها از قدرت‌های سیاسی دینی استفاده می‌کردن، هم اونها از اینها به اشکال مختلف. بنابراین این نکته هم باید بهش توجه داشت. ما دیدیم در رخداد سال‌های 30 تا 32 نقش اینها رو که چگونه هم قدرت سیاسی هم قدرت دینی از اینها استفاده می‌کرد، سال 42 دیدیم و همینطور در انقلاب بهمن. بنابراین فکر کنم این نکات کلیدی رو به نظر من گفتگومون بهش توجه داشته باشیم. شاید به همین علت کار شما با ارزشه، یکی از دلایلش همینه که نگاه ارزشی ندارید به این قوم و قبیله. آقای دکتر نوریالا، نظرت مونده تتمه سخنی؟ عرض کنم که خب در باب این موضوع و کتاب آقای دکتر نقره‌کار میشه مدت‌ها صحبت کرد. من فکر میکنم که مثلا یکی از نکات جالبی که وجود داره اینه که در سینمای ایران مثلا جاهل‌ها چه نقشی داشتن و چرا سینمای ایران اصلا شد سینمای جاهلی. هیچ ربطی هم مثلا به فیلم قیصر و غیره نداره. ما هم مجید محسنی هم داشتیم، لات جوانمرد، یعنی حتی تحول چهره جاهل ها در سینما ایران خودش یه مطالعه میخواد. ولی من در اینجا دریغم میاد که از این فرصت استفاده نکنم و اشاره به کار بزرگ دکتر نقره‌کار در مورد تاریخ روشنفکری ایران نکنم، که اون هم دریغ است که در برنامه های شما مقفول بمونه و امیدوارم که در برنامه های آینده یک روزی را هم اختصاص بدیم به گفتگو در مورد کار با این در مورد چی روشن. من الان کتاب ایشون دستم هستش، همطور که ببینید تاریخ جنبش روشنفکری ایران و این جلد پنجمشه، 5 تا جلد به این بزرگی رو ایشون تحقیق کرده و نوشته است و به نظر من کارهای ایشون کارهای ماندگاری است و چهره ایشون هم چهره ای است که همواره درخشان در تاریخ معاصر ما خواهد. یکی از روشنفکران قدر ما آقای نقره‌کار عزیز. آقای نقره‌کار،
دریغم میاد که مباحث روز رو مطرح نکنیم. این بحث در این باره این کتاب ادامه پیدا میکنم، فصل به فصل میریم جلو، ولی چند اتفاق افتاده که به نظر ما حائز احمدی که حرفهای آقای عیسی کلانتری است. آقای عیسی کلانتری یکی از مدیران قابل توجیه در مملکت ماست، کارهایی کرده، کارهای مثبت. بعضی وقتا حرفایی زده که تکان دهنده است، ولی بالاخره گفته، حرفا رو واقعیت ها رو گفته. در یه دوره هم اشتباهاتی کرده و که خوشبختانه بهش اشاره میکنه، اشتباهاتی که منجر به بحران آب در میهن مملکت ما شد. ایشون دیروز دوشنبه در کرمانشاه اعلام کرد که ظرف 20 سال آینده 80% ایران دیگه به آب دسترسی نخواهد. یعنی ایران از حیز انتفاع میفته. بمب اتمی هم در سر ایران منفجر بکنید، این همه خسارت بار نمیاد. میان عروس چنگیز، بعضی که خبردار شد که همسرش رو در جنگ نیشابور از دست داده، تصمیم گرفت از نیشابوری ها انتقام بکشه، چون مقاومت کردن در برابر امواج مغول. تمام شهر رو، تمام مردم شهر گرد آمد، همه رو کشتن. عطار یکی از اونها بود و بعدم دستور خانه ها رو بسوزن، بعدم دستور داد آب بمنده روی شهر، بعد دستور داد که دانه بکارن، گندم بکارن، اینجا بشه مزرعه، اینجا بشه من. ولی بالاخره باز نیشابور برخاست. در دوره مغول ما 90% جمعیت ایران از دست دادیم. ولی این گزارش که آقای دکتر کلانتری، آقای کلانتری دادن روز گذشته، نشون میده که وضعیت از دوران بعد از حمله مغول هم داره بدتر میشه. آقای نقره کار بفرمایید. بله، اولا در مورد نکاتی که دکتر نوری علا در مورد من گفتن، به هر حال اگرم حسنی باشه، حسن استادای من هستن، مثل خود دکتر نوری علا. واقعا میگم من در واقع آموختم و اینها کارهایی است که از آموختهایی است که در کنار شماها به دست آوردم. اما در مورد نکته‌ای که مطرح کردید، خب من البته در زمینه آب و این نوع مسائل واقعیتش دانش و تخصصی ندارم که به چه دلیل این اتفاق افتاده و چگونه پیش خواهد رفت. یک نکته رو ولی میدانم و اون که حکومت اسلامی واقعیتش این هست، کارنامه 14 حکومت اسلامی نشون میده که این حکومت فلواقع اون توانایی و اون لیاقت و شایستگی لازم رو برای اداره یک مملکت نداره. این رو فی الواقع میشه اون وقت از عملکرد این حکومت توی عرصه‌های مختلف دید. خب مسئله آب که شما اشاره کردید یک نمونشه. شما هیچ جایی رو نمیبینید که فی الواقع اینها خراب نکرده باشن. من اون زربان مسئله روبا و تپه به یادم اومد، ببخشید. ولی در هر حال این خرابی رو شما در همه حوزه ها و این عدم مدیریت رو میشه دید، که خب نمونهش همین نمونه که شما اشاره کردید. ولی هر عرصه دیگری رو که نگاه میکنیم، چه حوزه اقتصادی، چه حوزه اجتماعی، چه حوزه فرهنگی، میبینیم حکومت اسلامی در واقع همین نوع پیامدها رو عملکردش داشته. که خب همونطور که عرض کردم، دلیلش این است که حکومت اسلامی به خاطر اون ماهیت اندیشگی خودش، مسئلهش مسئله مردم و رفع مشکلات مردم و اینکه بخواد جامعه رو به پیش ببره نیست. خب هم در ویژگی خود نظام ولایت فقیه این گونه است. اونها به دنبال خواستهای دیگه هستند و مسائل دیگه که ارتباط پیدا نمیکنه با مشکلاتی که مردم دارن. آقای دکتر نوریالا، از که من فکر میکنم که هیچ تشبیهی بیانگر وضعیت کشور ما و حکومت اسلامی مسلط بر اون نیست جز بیماری های حاد سرطانی. این یه سرطانیه که به جان عرض کنم که کشور ما افتاده و هر چقدر که عمرش ادامه پیدا کنه این بیشتر توی این اندام پخش میشه و بالاخره میرسونه به جایی که
اون طرف عرض کنم که زندگی رو ترک بکنه. حکومت اسلامی هیچ آثاری از اینکه حیاتی رو به جامعه ما بده و نشونمای سالمی رو به جامعه ما بده از خودش نشون نداده. در هر زمینه همطور که دکتر نقلکار میگویند جز ویرانی و خرابی و تباهی چیزی رو به بار نیاورده. بنابراین اصل مطلب این نیستش که ما نگران این باشیم که آب در ایران قطع میشه یا مسائل دیگه. تا زمانی که حکومت اسلامی بر ایران مسلط هست ما هر روز اخبار ناگوارتری رو خواهیم شنید و بیان این اخبارم هیچ چاره‌ای رو ایجاد نمی‌کنه به نظر من، به خاطر اینی که مردم ایران که در واقع در هجوم این حکومت قرار دارند واقعا در حالت استیصال به سر میبرند و نمیدونن باید چی کار بکنن، به خاطر اینکه این حکومت توانسته است به مدت 40 سال بدون هر گونه جانشینی زندگی خودش رو ادامه بده و هیچ کسی به فکر این نبوده است که تا موقعی که یک جانشینی پیدا نشود حد اکثرش اینه که مردم ایران میان توی خیابون جنبش سبز درست میکنن، جنبش دانشجویی درست میکنن، کشته میدن و غیره و کار به جایی نمیرسه، دو هفته بعد برگردن خونه هاشون. به همین دلیل است که من فکر میکنم شما از مسئله آب آغاز بکنید، از مسئله اخلاق آغاز بکنید، از مسئله اقتصادی و فقر و این حرفا آغاز بکنید، همه اینها میرسونه ما رو به این که این حکومت باید سرنگون و نابود بشه. و وقتی که میپرسیم چگونه باید نابود بشه، به نظر من مسئله جانشینش مطرح میشه و اینکه خب این نابود شد چی جانشینش رو میگیره که بتونه این خرابی ها رو تبدیل به آبادی بکنه. این به نظر من مسئله اصلی ماست و با این عینک شما به هر تکه‌ای از کارهای این حکومت که نگاه کنید به نظر من به همین جا خواهید رسید. تشکر میکنم. برای تمام مشخصهای ریزش در برابر چشم ماست و نگران کننده ترین سناریو اینه که ایرانی ها غافلگیر بشن. ایرانی ها غافلگیر بشن. آقای نقره‌کار فکر میکنید چی کار باید بکنید؟ راحت چیه؟ البته این سوال واقعا خوب سوال کلیدی است. خب سالیانی از مطرح از این پرسش. ببینید اولا خب باید دنبال این بود که چرا حکومت اسلامی تونسته 4 دهه حکومت کنه. چرا؟ یعنی تا این چرایی رو اون فلواقع مؤلفه هاش رو پیدا نکنیم نمیتونیم بریم به دنبال اینکه یه راه حل ارائه بدیم. خب این حکومت به گمان من 5-6 مورد رو میشه مطرح کرد به عنوان عواملی که باعث شده این حکومت نزدیک به 4 دهه حکومت بکنه و ادامه حیات بده. خب از سرکوبگری این حکومت و سرکوب و این ویژگی پر اهمیتی که این حکومت داره و میدونه چقدر هم مهمه باید گرفت تا اومد پایگاه اجتماعیش، اون وضعیت اقتصادیش، وضعیت جهانی و غیره و اینا. یکی از این مؤلفه‌های مهم نکته ایست که دکتر نوری‌علا اشاره کرد. این حکومت در واقع به این دلیل 4 دهه ادامه حیات داده، جدا از اون عمل کردهش، که هیچ جایگزین دموکراتیک فی الواقع در برابرش نبوده. و خب همین فقدان جایگزین خودش مسئله پر اهمیتی بوده برای اینکه بتونه ادامه حیات بده. جایگزین هایی هم که مطرح شده فی الواقع جایگزین‌های درستی نبوده. شما ببینید مثلا اصلاح طلبان میآیند یک سری مسائل رو طرح می‌کنند، خب این نمیتونه مشکل اون جامعه رو حل بکنه. در واقع اصلاح طلبان نکاتی رو که مطرح می‌کنند در رابطه با حل مشکلات میشه گفتش که به نوعی تقویت این حکومت و ادامه حیات این حکومته، نه تغییر و در حدی که فی الواقع یک جایگزین دموکراتیک در جاش قرار بگیره. بنابراین این پرسش رو
جدا از اون نکاتی که عرض کردم اهمیت داره واقعا، هم مسائل جهانی هم بسیاری از مسائلی که در منطقه و داخل ایران هست و خود ویژگی‌های حکومت به عنوان یک حکومت مستبد توتالیتر دینی مطرح هست. ولی یکی از نکات پر اهمیت این هستش که در برابر این حکومت الان یک جایگزین دموکراتیک مطرح نیست و همین تا حدودی روی مردم و حرکت مردم تأثیر گذاشته و تأثیر میذاره و خب بیشتر باید به این فکر کرد که چگونه میشه این مسئله رو لااقل اون بخشش که به اپوزیسیون خارج از کشور برمیگرده چگونه میشه این مشکل رو حلش کرد. دکتر اوکا برای مشخص که ما روی گسلیم میخوام ببینم که احتمال میدید که ما همه غافلگیر بشیم، یعنی اتفاقی بیفته که دربارش نه فکر کردیم نه حتی برآوردی داشتیم؟ من نگران اونم. بله از پرسشتون از من هست؟ بله 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 خود. ببخشید ببینید مملکت ما اصلا مملکت اتفاقای ناگهانی بوده. شما ببینید همین انقلاب سال 57، من نمیشناسم تحلیلگر سیاسی و کسانی که اهل سیاست بودن سال 56 حتی بتوانن یک تحلیلی بدن و در واقع پیش بینی بکنن که چند ماه دیگه یا یک سال دیگه مملکت ما چنین اتفاق بزرگی درش میفته. البته خب بودن کسانی که مسائل رو مطرح میکردن ولی نه به این شکل. شما همینطور میتونید در مورد بسیاری از جنبش‌های سیاسی و اجتماعی تو جامعه ما ببینید که چگونه بوده. واقعیتش همونطوری که عرض کردم مملکتی است که اتفاقای ناگهانی و تاثیرگذار درش رخ داده و به هر حال از دیدیم ما خود مردم و اتفاقایی که میفته چگونه میتوانن گاهی نقشای تاثیرگذار و تعیین کننده ای داشته باشن. شاید هم همین اتفاقای ناگهانی چون واقعا مشکل گشا به اون معنا نبودن چون برنامه ای نبوده خودش مشکل جامعه ما باشه، ولی به نظر من غیر مترقبه نیست. تاریخ ما نشون داده که میشه همین، حالا شما اسم غافلگیری میذارید من اتفاقای ناگهانی میذارم، تاریخ ما نشون داده مملکت ما و جامعه ما اینگونه بوده. تشکر میکنم، ممنونم. همینم گفتگو درباره لاتار یادتون باشه پی میگیریم حتما در آینده. بدن بخشی منظری از برنامه امروز اختصاص دادیم حتما، چون به نظرم خیلی موضوع مهمی است. در این حال شیرینه، مثلا میدونید چه برخی از خوانندگان لاله‌زاری ما که از شهرت و محبوبیت فوق العاده برخوردار بودن، در این کتابم اونا رو پیدا میکنی اسامیشون رو. مثلا خواننده ای داریم که شهرت داره، خیلی هواداران بسیار هم پیدا میکنه تو لاله‌زار. سلاخ کدومشون سلاخ بودن آقای نقرکا؟ بله آقای داوود مقامی. آقا داوود مقامی، داوود بله. داوود مقامی کارد سلاخ به دلم میمانه سوسن که به خاطرتون هست. خب آقای دکتر نوریالا، آقای نقرکار عزیز، اون چی که من استنباط کردم به من یکی از نارسایی های اصلی در اپوزیسیون اینی که اغلب گروه ها ایده‌ای رو همیشه پشت در نگه می‌دارن، حاضر نیستن در رو به روی اونها باز کنن، یا مثلا میگن همه باشن الا فلان گروه. و تا زمانی که این طرز تفکر در بین ما حاکمه، خب طبیعتا رسیدن به یک نقطه جوش به وصال تاریخی به نظرم غیر ممکنه، مگر اینکه سعی صد داشته باشیم درها و دریچه ها رو به روی همه باز بکنیم. نظر شما آقای نوریالا بفرمایید. عرض کنم حضورتون که خب این قامز کار ما هم همینه که با توجه به اینکه هممون میدونیم که تا حکومت اسلامی برقراره آب خوش از گلوی ملت ایران فرو نخواهد رفت و چاره کار هم در آن است که بتوانیم در مقابل انظار بین المللی یک آلترناتیو سکولار دموکرات رو بسازیم که همه مردم دنیا و همه مردم ایران اطمینان پیدا بکنند که اگر این حکومت فرو ریخت جانشینی براش وجود داره
مملکت دچار هرج و مرج نخواهد شد، جنگ داخلی نخواهد شد، تجزیه ایران صورت نخواهد گرفت. اما رسیدیم به اینجایی که این مسئله همکاری و اتحاد نیروهای مختلفی که همه به این اصولی که خدمتتون عرض کردم اعتقاد دارن چرا صورت نمیگیره. من مدتی است که به این نتیجه رسیدم که ما یه چیزی رو این وسط کم داریم. تشبیهی که میتونم بکنم تشبیه به آشپزیه، یعنی که شما نگاه بکنید که مثلا میخواهید فلان غذا رو درست بکنید و میرید مواد اولیه اون غذا رو تهیه میکنید، ولی تا موقعی که اینها رو روی ظرفی نگذارید و روی مثلا چراغ گاز نگذارید و این حرارت رو ندیم بهش، این اجزاء مختلف و جدا از همدیگه با همدیگه امتزاج پیدا نمیکنن تا اون غذای مورد نظر شما فراهم بشه. به نظر من تجربه لااقل از جنبش سبز به این ور و اینکه آگاه شدیم بر اینکه بدون یک رهبری سکولار دموکرات محال است که این حکومت اسلامی به راحتی از میان برداشته بشه، رفته رفته همه نیروها این آمادگی رو دارند، ولی اون عنصر مفقوده، اون کاتالیزور به اصطلاح شیمیدان‌ها که بتونه اینها رو همه رو با هم ادغام بکنه مورد سوال است که چه میتواند باشد. خب راه‌های مختلف و پیشنهادهای مختلفی در این زمینه وجود داره. ما الان اتفاقا به اتفاق خود دکتر نوروگار داریم در ماه اکتبر میریم به شهر کلن آلمان، در اونجا پنجمین کنگره سکولار دموکرات هاست که بشینیم دور هم دیگه به عنوان آدمایی که اعتقاد داریم سکولار دموکراسی پاسخ حکومت استبدادی مذهبی اسلامی است، عقلامون رو بریزیم رو هم که چه باید کرد. اما من اون حرارت رو بیشتر در این میبینم که مردم ایران دست به کاری بزنن، از این منفعل شدنی که ناشی از شکست جنبش سبز از بیرون بیان. و شما نگاه بکنید در زمان جنبش سبز وقتی که یک جرقه در ایران اتفاق افتاد، تمام خیابان‌های خارج کشور پر از جوانان ایران شد که پارچه سبز دستشون گرفته بودن و تظاهر میکردن. و خب به نظر من رهبران سیاسی درست عمل نکرده در موقعیت، ولی الان اگر که در ایران اتفاقی بیفته به نظر من اون کاتالیزور خواهد بود که این چسب رو فراهم بکنین، حرارت رو فراهم بکنه که بیشتر در کنار هم قرار بگیره. من کاملا با نظر شما موافقم، مقصد اونجایی که فرمودید یه جرقه، همیشه در تاریخ ایران همین بوده، یعنی کافیسی اتفاق بیفته جرقه زده بشه تمام ایرانی ها به هم میچسبه. این واقعا احساس این که ما در دوران تعطیلی تاریخی به سر میبریم ناشی از همین، ناشی از اینی که اتفاقی نمیفته و ما تصور میکنیم که خب این ماشین تاریخ هم از کار افتاده، در نتیجه ما کاری باید انجام بدیم، انفعالیست. ولی من مطمئنم که اگه اتفاقی بیفته تو ایران همه به هم چسب میشن، این مشکل وجود نداره. این درگیری ها و این زد و خورد هایی هم که معمولا به نیروهای اپوزیسیون وجود داره ناشی از همین تصوره، تصور زندگی در تعطیلی تاریخ. آقای نقره‌کار آخرین نظر، سه دقیقه وقت داریم، اینم در اختیار شما هست ختام برنامه. همیانانم گوش میکنیم به حرفای آقای نقره‌کار و گفتگو رو با دوستان ارجمند و صاحب نظر ادامه میدیم. بفرمایید. بله، تو در همین رابطه ببینید، من گمان میکنم که باز باید دید که دلایلی که باعث میشه ما نتونیم همگرایی داشته باشیم و کار جمعی با هم بکنیم و نهایتا اون نکته که شما میگید، خب دلایل مختلفی داشته که الان جامعه ما واقعا درگیرشه. خب مسئله استبداد در جامعه ما، حالا چه به شکل استبداد پادشاهی چه به شکل استبداد دینی، مسئله نمیدونم شرایط جغرافیایی جامعه ما و بسیاری از نکات دیگه تو این رابطه میتونه مطرح باشه که چرا در واقع، یعنی نقش داشته روی میزان تحمل ما، تحمل دیگری، و اینکه فی الواقع این عدم تحمل رو در ما تقویت کرده، حالا به ویژه تو حوزه سیاست. و تا یه نکته ای رو که من بارها
تو صحبتام بهش تاکید کردم باید روش بحث شه و تاکید شه این هست که ما هر کداممون متاسفانه به ویژه اگر در یه موقعیت خاصی هم قرار داشته باشیم مبتلا هستیم به خودمحوری، خودحق‌پنداری و به نوعی خودخواهی. این رو متاسفانه من خیلی قوی توی خیلی از فعالان و کوشندگان فرهنگی سیاسی و روشنفکران میبینم. من کمتر این سه صد رو و یا این نگاه تحمل دیگری رو مثل الان این برنامه که دکتر نوری علا هم اشاره کرد در جریانهای دیگر دیدم که برای نمونه کنگره گذاشته بشه، تلاش بشه، از طیف‌های مختلف دعوت بشه به عنوان ناظر و بیان اونجا پیرامون مشکلاتی که هست نظر بدن. بنابراین یک جایی هم یه نکته‌ای که باید خیلی مورد تاکید قرار بگیره این هستش که ما چگونه میتونیم بر این خودخواهی، خودمحوری و خودحق پنداری که فی الواقع نوعی فرقه گرایی و سکتاریسم رو تقویت میکنه فائق بشیم و یاد بگیریم در واقع بتونیم تحمل بکنیم همدیگر رو در راستای به ویژه یک هدف مشترک که بهش اشاره شد که واقعا وقتی نگاه میکنیم میبینیم همه تا حدودی یک سخن میگوییم، یک حرف مشترکی آزادی، دموکراسی، حقوق بشر برامون مطرحه و رفتن این حکومت، ولی باز نمیتونیم حول همین محورها کنار هم بنشینیم و لااقل یه حرکت جمعی و عملی داشته باشیم. تشکر میکنم، سپاسگزار از حضور دوستان. همین تا برنامه آینده سپاس که ما رو تحمل کردید. به نظر آدم های خودمحور یا آدم های خودخواه یا خودنگر یک پسگردنی روزگار به اونها میزنه، اغلب همینه دیگه. ما ناچاریم منشینیم و چارجوی کنیم درباره ایران و میهنمون. واقعا ما روی گسلیم، فقط ما روی گسلیم، تمام خاورمیانه روی گسلیم و ما بخشی از خاورمیانه.